سلام، این قسمت میخواییم قسمت دوم آموزش ترپ مبتدیمون رو بذاریم و قراره بهش یک ملودی اضافه کنیم. درام رو توی قسمت قبلی گذاشتیم، حالا یک جایی اومدیم پترنا رو یونیک کردیم، یک سری تغییرات خیلی کوچیک دادیم. این قسمت میخواییم نکسوز استفاده کنیم و شاید هم بعضی از ویستی های خود FL Studio و بیاییم برای این حالا یا آکورد یا ملودی یا جفتش رو قرار بدیم. میتونید بیل استفاده کنید، هم میتونید پیانو استفاده کنید، میتونید پلاک استفاده کنید. همه جور صدا تقریبا میتونم بگم توی ترپ استفاده میشه. بیاییم توی قسمت پیانوهای فکتوری لایبرری نکسوز. خب اگر یادتون باشه گفتم 8-8مون رو ما توی ای مینور گذاشتیم، یا باید بیاییم ملودیمون رو توی ای مینور بذاریم، یا اینکه ملودی رو تو هر گامی گذاشتیم 8-8 رو بیاییم ترانسپوز کنیم به اون گام. ترانسپوز هم که یعنی انتقال دیگه، یعنی وقتی میگیم ترانسپوز کنیم یا اینکه بیاییم انتقال بدیم نوت ها رو به اون گامی که ملودیمون توش هست، ولی من توی همون ای مینور میذارم. میایم توی سمپلر خالی و این قسمت توی استمپ مینور طبیعی رو انتخاب میکنیم. میایم روی ای، این رو توی 2 اکتاف 3 اکتاف 4 اکتاف هر چند تا که فکر میکنید کافیه میذارید. این میشه نوت هایی که شما توی گام ای مینور دارید. اگر این نوت ها رو نمیبینید میتونید بیاید این قسمت توی هلپر گوست چنل رو فعال کنید. این رو بذاریم داخل پیانو رول. ببینید این یک حالت ملودی خیلی ساده است. میام این رو میدم توی بک‌گراند و روش یک ملودی دیگه میذاریم، فیلترش میکنیم. در واقع این یک جورایی میره برای فضای کار ما رو بسازه. حالا میتونیم این هم جلوتر یونیک کنیم و یک سری تغییرات دیگه بدیم که اگر نیاز بود توی قسمت فرم یا حالا ارنجمون به اون هم میرسیم. Thank you.
تو همین پترن میذارم چون نوتای گام رو مشخص کردم و نمیخوام دوباره تو پترن دیگه بیام اینها رو مشخص کنم بعدم پاک کنیم. تو همین میذارم بعدم میایم کات میکنیم میبریم توی پترن دیگه. ببینیدیم میشه پیانومون، البته میتونیم بیاییم باز به این هم تغییر بدیم و اون تیکه دومش که یک حالت خلوت یعنی نوتی نداریم بیاییم مثل همین ور بذاریم، یعنی این رو دوپل کنیم. بیایید این رو کپی کنید توی این قسمت دوم بذارید. خب این کارم میتونید بکنید ولی سلیقه است و اینکه یک حالت سکوت مانند یا اینکه پیانومون اینجا نوتی نداشته باشه خوب میشه اینجا، که میتونم بعداً گروسپید بذارم و اینجا رو روی حالت ریورس بذارم که این نوتای این و ریورس شه اینجا. حالا بریم جلوتر باز ببینیم چی کار میشه کرد. کل نوت ها رو سلکت میکنم، ولوسیتیشو میارم پایین. این دوتا رو هم بفرستیم به میکسر. گفتم قسمت قبلی هم بهترین حالت میکس اینه که شما همین جور که دارید جلو میرید بیاید صداهاتون رو حالا اکولایزر کنید و کارهای دیگر رو انجام بدید. نمیگم حالا میکس نهایی کنید ولی خیلی از کارهاتون رو همین پله پله که دارید میرید جلو انجام بدید، بعدن توی میکس و مستر کار خیلی راحت تر هستید.
میام به این یک کم دیلی میدم. پینگ پونگ. میخوام کاری کنم که این دیلی بیاد توی این قسمتی که گفتیم نوتی نیست زیاد، بیاد اینها رو یک جورایی تکرار کنه توی این قسمت. باید تایم رو فکر کنم ببریم تا ببینیم. اینم یک روش بود برای اینکه اون وسط یه احساس یه دفعه خالی شدن نده. یک روش هم که گفتم میتونید بیاید همین نوت ها رو بذارید یا یک سری نوت دیگه بذارید. اینجا را به خاطر اینکه اون 8-8مون اون حالت رو میگیره میتونیم بیایم یونیک کنیم یا کوچولو تغییر بدیم. برای این قسمتمون ببینید توی میکس کار خاصی نمی کنم و اصلا به صورت کلی هم میکس مهمترین قسمتش لول بندی صداهاست، اکولایزر و پنینگ، یعنی اینکه بیاید صداها رو توی فضایی که قرار هست باشن یا خودتون براشون در نظر گرفتید بیاید جای بدید، که حالا تو قسمت‌های بعدی راجع به این بیشتر صحبت میکنم. این بیت هنوز تموم نشده و میتونیم بیایم این رو یک مقدار تغییرات بدیم. حالا تغییراتی که میخواییم بدیم رو من میام توی حالت که رسیدیم به ورس و کورس و اینترو، برای جاهای مختلف میام تغییراتی که نیاز هست رو میدم. منتها قسمت اصلی بیت ما همینی هست که الان داریم و هر چیز دیگه ای بخوایم بذاریم با توجه به این چیزی که الان داریم قرار میدیم. قبلا هم گفتم یک ورس 8 بیتی 32 میزان میشه، یعنی به این اندازه این عدد میشه یک ورس 8 بیتی.
که حالا اگر 12 بیتی باشه بیشتر از 32 میزان میشه، 4 بیتی باشه مثلا میشه 16 میزان، 16 بیتی باشه میشه 64 میزان که فکر نکنم دیگه داشته باشیم و اصلا نیاز باشه، اما 8 بیتی و 12 بیتی معمولتر هستش. اینترو میتونیم داشته باشیم، میتونیم اصلا نداشته باشیم، یک راست بیاد توی ورس یا کورس. کورس هم بستگی به کورسی که دارید میخوره، که آیا کورس خوبی هست که بشه مثلا 16 میزانش کرد یا 32 میزانش کرد یا نه، یا یه نفر هست اصلا نمیتونه کورس بخونه و اون تیکه رو میخواد خالی بذاره، اونجور جاها دیگه مثلا نیاز نیست شما بیاید 32 میزان کورس بذارید که زیادم هست تو آهنگ ها اگر دقت کنید. خب من این رو میذارم برای ورسم و با ورسم شروع میکنم کار رو. میالا از اون کارهایی که مثلا طرف نمیتونسته کورس خوب بخونه و قراره خالی باشه. اگر فرض کنید میتونید بیاید اینجا مارکر بذارید و حالا اسم هایی که میخواید رو بنویسید، اینترو، بعد اینجا بیاییم ورس، این قسمت بیاییم کورس کوتاهمون. دوباره همین قضیه تکرار میشه، یک ورس داریم یک کورس داریم و اوترو یا حالا بریج هم ممکنه داشته باشیم.